آیا ایران در مسیر ایجاد یک سپر موشکی چند لایه کامل قرار گرفته است؟ دوستان این پرسشی است که طی سالهای اخیر در میان تحلیلگران نظامی جهان مطرح شده و پاسخ به آن نه تنها نیازمند شناخت سامانه های موجود ایران است بلکه باید روند توسعه آینده جهتگیری فناوری و نیازهای عملیاتی کشور را نیز در نظر گرفت بررسی پدافند موشکی ایران نشان می دهد که این کشور طی دو دهه گذشته از یک ساختار تقریبا خطی و محدود به سمت شبکه چند لایه در حال حرکت است شبکه‌ای که به صورت تکمیل میتواند یکی از پیچیده‌ترین سپرهای دفاعی منطقه باشد اما آیا این لایه بندی کامل خواهد شد برای پاسخ باید به مبانی ساخت لایه بندی موشکی نگاه کرد دفاع ای یعنی توان مقابله با هر نوع تهدید در ارتفاع برد و امضای راداری متفاوت یک شبکیه کامل نیازمند لایه بسیار دوربرد لایه دوربرد لایه متوسط، لایه کوتاه برد و لایه نزدیک است. ایران تا به حال بخش های از این شبکه را عملیاتی کرده اما آینده این ساختار جذابتر از امروز است. مسیر تکامل آنگونه که نشانه ها نشان می دهد به سمت یک معماری یک بارچه و ترکیبی می رود که در آن سامانه ها به صورت مستقل عمل نمی کنند بلکه مثل اجزای یک موجود زنده با هم تعامل می کنند. نقطه مرکزی این شبکه آینده توسعه سامانه های برد بلندتر و هوشمندتر است باور 373 در حال حاضر ستون اصلی لایه برد بلند ایران محسوب می شود اما نسخه های آینده آن از نظر برد نوع جستجوگر موشک توان مقابله با جنگ الکترونیک و قدرت پردازش مستقل بسیار فراتر خواهد رفت این سامانه احتمالا در نسخه های جدیدتر خود به برد های بالای 300 تا 400 کیلومتر نزدیک می شود و با به کارگیری دوگانه فعال و غیر فعال توان هدفگیری موشک های بالستیک پرنده های پنهانکار و موشک های کروز فوق سری را پیدا خواهد کرد. ایران در سالهای اخیر روی فناوری رادارهای آرای فازی بومی سرمایه گذاری کرده و اگر این روند ادامه یابد نسل بعدی رادارهای باور میتواند مشابه نمونه های همچون اسپون 100 عمل کند و نوعی چتر دفاعی فراگیر در ارتفاعهای مختلف ایجاد کند در همین راستا احتمال نسخه زمین پایه از موشکهای خانواده سیاد با پیشران دو مرحله جدی است. موضوعی که در نهایت لایه برد بلند ایران را به لایه فرا برد بلندتر تبدیل می کند لایه که حتی در مرزهای کشور فعال است و ورود تهدیدات را قبل از نزدیک شدن به آسمان ایران تشخیص می دهد اما لایه برد بلند کافی نیست تمرکز ایران در آینده روی لایه های میانی خواهد بود جایی که بیشترین درگیری واقعی با تهدیدات کروز پهپادهای رزمی پرنده های شناسایی پنهانکار و موشک های هواپرتاب رخ می دهد. های مانند پونزده خورداد و سوم خورداد پایه ای برای این لایه ها هستند اما جهتگیری آینده به سمت تولید سامان با سرعت واکنش بسیار سریع زمان استقرار کوتاه و توان مصرف پایین است این سامان ها نیازمند استفاده از رادارهای متحرک جستجوگرهای جدیدتر الگوریتم های پردازش لحظه ای و قابلیت شلیک همزمان به چندین هدف خواهند بود با توجه به روند توسعه موشک های سیاد سه و سیاد چهار نسخه های میان بورد می توانند با تغییراتی در پیشران و جستجوگر به سلاحی مخصوص مقابله با تهدیدات کمبرجسته تبدیل شوند آینده این لایه احتمالا حضور سامانه ای خواهد بود که در واقع ترکیبی از 15 خورداد سوم خورداد و رعد است سامانه ای که شاید نام جدیدی بگیرد و به عنوان واحد از دفاع منطقه ای عمل کند اما بخش جذابتر ماجرا لایه کوتاه ایران است جایی که بیشترین احتمال تکامل سری وجود دارد تهدیدات مدر مانند پهپادهای انتحاری کوچک راکتهای هدایت نشده موشکهای کروز و حتی مهمات سرگردان مهمترین چالش آینده اند ایران در سالهای اخیر به شدت روی ساخت سامانه های کوتاه برد متمرکز شده اما هنوز به نقطه لایبندی کامل نرسیده است سامانه های مثل دسفول، مجید و تلاش برای توسعه نمونه های لیزری یا مایکروویوی نشان می دهد آینده پدافند کوتاه برد ایران به سمت سلاح های می رود که سرعت واکنش زیر ده ثانیه داشته باشند و بدون نیاز به رادارهای بزرگ بتوانند تهدید. دات کم هزینه اما خطرناک را نابود کنند با توجه به روند جهانی ایران احتمالا به سمت ساخت توپ خودکار با مهمات هوشمند قابل انفجار نزدیک نقطه برخورد سامانه های لیزری 20 تا 50 کیلوواتی و سیستم های رهگیری اپتیکی چندتیفی حرکت خواهد کرد این لایه اگر کامل شود می تواند یکی از حیاتی ترین بخش های سپر آینده باشد زیرا تهدید واقعی عصر جدید حمله اشباه پهپادی است و چنین حملاتی فقط با لایه کوتاه برد قابل مهار است در کنار این لایه ها ایران به صورت جدی به سمت ایجاد یک لایه نزدیک فوق سری حرکت می کند لایه ای که در واقع آخرین صد دفاعی در برابر موشک های کروز و پهپادهای کوچک است کی به سامانه های اپتیکی اسگرهای غیرفعال و توپهای تمام هوشمند بخش مهم این لایه را تشکیل خواهند داد در آینده نزدیک احتمال نصب سامانه های مایکروویو پالسی روی خودروهای پدافندی وجود دارد سامانه هایی که قادرند پهپادهای کوچک را بدون شلیک حتی یک گلوله از کار بیاندازند توسعه چنین فناوریهایی با توجه به پیشرفت ایران در جنگ الکترونیک چندان دور از ذهن نیست و میتواند لایه نهایی را به یک برای الکترونیکی تبدیل کند اما تمام این لایه ها بدون وجود یک مغز مرکزی کارایی کامل ندارند مهمترین بخش دفاع آینده ایران سامانه فرماندهی و کنترل یک پارچه خواهد بود ساختاری که داده های همه رادارها سامانه های الکترو اپتیک حسگرهای غیرفعال و ایستگاه های شنود الکترونیکی را در کسری از ثانیه تحلیل و تصمیم گیری خودکار را ممکن می کند. این مسیر در حال حاضر با شبکه های یک پارچه پدافندی آغاز شده اما نسخه آینده آن که احتمالا بر پایه هوش مصنوعی توضیح شده کار خواهد کرد. می تواند تصمیمات پیچیده درگیری را بدون دخالت انسان انجام دهد. این سیستم قادر است تعیین کند کدام سامانه با چه موشکی و از چه فاصله ای باید درگیر شود تا حمله دشمن ناکام بماند چنین شبکه‌ای در ایران در حال شکلگیری است و با تکمیل آن بندی دفاع موشکی نه تنها کامل می شود بلکه به یک ساختار هوشمند تبدیل خواهد شد که پدافند را از حالت واکنشی به حالت پیش بینی کننده می برد. در کنار این توسعه رادارهای آینده نیز نقش حیاتی دارد. رادارهای آرای فازی با فرکانس های رادارهای کوانتومی مبنا بر فوتون های در تنیده و رادار رادارهای غیرفعال نسل جدید که از انعکاس امواج ماهواره استفاده می کنند از حملات جدی آینده پدافندی ایران است رادارهای کوانتومی می توانند تهدیدات پنهانکار را تقریبا بدون خطا تشخیص دهند و به عنوان یک انقلاب در کشف هواگردهای کمبرجسته شناخته می شوند اگر ایران موفق به توسعه نمونه های عملیاتی از این رادارها شود لایه برد بلند آن کاملا متحول خواهد شد و توانایی کشف F-35 یا حتی نسل های بعدی جنگنده های پنهانکار تقویت می شود حالا پرسش اصلی آیا این لایه بندی در نهایت تکمیل خواهد شد؟ پاسخ کوتاه است این است که ایران در مسیر تکمیل آن قرار گرفته و شکاف های اصلی طی پنج سال آینده قابل پر شدن هستند لایه برد بلند اکنون شکل گرفته و در حال تقویت است لایه میان برد در حال بازطراحی و بهین سازی است لایه کوتاه برد با سرعت زیاد در حال رشد است و لایه نزدیک نیز با فناوری های نوظهور در حال ایجاد است عنصر کلیدی که این ساختار را کامل می کند شبکه فرماندهی یک پارچه و سامانه های هوش مصنوعی تصمیمیار هستند وقتی این بخش تکمیل شود ایران عملا به یک چتر دفاعی چند بادی می رسد که میتواند همزمان با تهدیدات بالستیک، کروز، پهبادی و پنهانکار مقابله کند در آینده احتمال اضافه شدن سامانه های فضاپایه برای هشدار زود هنگام ساخت سنسورهای مادون قرمز بلند برد و توسعه رهگیری های مافوق صوت نیز وجود دارد اما هر سه حوزه رادار موشک و هوش مصنوعی در ایران به سرعت فعلی ادامه یابد لایه بعدی دفاعی موشکی ایران نه تنها تکمیل خواهد شد بلکه می تواند یکی از کاملترین شبکه های دفاعی منطقه و حتی جهان سوم باشد مسیر مشخص است حرکت از سامانه های منفرد به سوی یک اکوسیستم مرتبط خودکار چند لایه و مقاوم در برابر جنگ الکترونیک چنین سپری ایران را به یکی از معدود کشورهایی تبدیل می کند که نه تنها توان مقابله با تهدیدات کلاسیک دارد بلکه قادر است در برابر تهدیدات نسل جدید نیز واکنش سریع و مؤثر نشان دهد در نهایت این مسیر اگر ادامه یابد پاسخ پرسش اولیه را واضح می کند بله لایه بندی دفاع موشکی ایران در حال کامل شدن است و آینده این لایه بندی از امروز بسیار قدرتمندتر، هوشمندتر و پیچیدهتر خواهد شد. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم با تشکر از همراهی شما.